کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی ملکه ایران، قسمت دهم. بهار سال 1338 بود که فرصتی دست داد تا من به دیدار پادشاه نائل شوم. پادشاه برای دیدار رسمی و گفتگو با ژنرال دوگل به پاریس آمده بود و چنان که معمول است سفارت ایران بران بود که چند نفر از ایرانیان را به او معرفی کند و من یکی از منتخبین بودم. نامه‌ای که آن شب برای مادرم نوشتم شاهد شادی و غروری است که آن ملاقات در من به وجود آورده بود. من یک کت و دامن توییت سیاه و سفید به تن داشتم با یک گل کاملیا به یقه. ما به سفارت رفتیم. چه اتومبیل زیبایی داشت و چقدر خودش دوست داشتنی بود. موهایش تقریبا سفید است و چشمانی محزون دارد. نمیدانی چقدر از دیدن او خوشحال شدم، ولی مطابق معمول دانشجویان آنچنان اطرافش رو گرفته بودند که من با پاشنه‌های 7 سانتی به زحمت او را می‌دیدم. در این موقع آقای تفضلی وابسته فرهنگی دست مرا گرفت و گفت خواهش میکنم جلوتر بیاین، ولی تو که دخترت رو خوب میشناسی. من همونجا موندم، نمیخواستم مردم بگن خودش رو جلو انداخت. من یک کت و دامن توید سیاه‌سفید به تن کرده بودم با یک گل کاملیا به یقه. ما به سفارت رفتیم. چه اتومبیل زیبایی داشت و چقدر خودش دوست داشتنی بود. موهاش تقریبا سفیده، چشمای محزونی هم داره. نمیدونی چقدر از دیدنش خوشحال شدم، ولی مطابق معمول دانشجوها اونچنان اطرافش رو گرفته بودن که من با پاشنه‌های 7 سانتی به زحمت میدیدمش. همون موقع آقای تفضلی وابسته فرهنگی دست منو گرفت و گفت خواهش میکنم جلوتر بیاین، ولی تو که دخترتو خوب میشناسی. من همینجا موندم، نمیخواستم مردم بگن خودشو جلو انداخته. چند دقیقه بعد با اون دست دادم و گفتم فرح دیبا، مدرسه معماری، و ایشون پرسید چند وقته که تو این شهر هستین؟ و من در پاسخش گفتم 2 ساله. تفضلی فوراً اومد کمکم، اضافه کرد این دختر خانم خیلی درس خونن، شاگرد اول کلاسشونن، زبان فرانسه رو هم خیلی خوب صحبت میکنن. پادشاه هم از راه محبت این سخنان رو شنید و سری تکون داد. خودت میتونی حدس بزنی که با دست دادن با شاه دوچار چه هیجانی شده بودم. بعد از اون روز دوستا با من شوخی میکنن، میگن فرح تمام روز رو تو آرایشگاه بوده و وقتی که شاه رو دیدی نتونستی که جلو بری. یکی از افراد خانواده‌ام که در آن جلسه حضور داشت معتقد بود که من مورد توجه شاه قرار گرفتم. او به من گفت وقتی تو از سالن بیرون رفتی تو رو با نگاهش دنبال کرد. بدیهی است همه اینها داستانی بیش نبود. بعدها آقای تفضلی شکوه کرده بود که واقعا بعضی از دخترها خجالت نمی‌کشن اینطوری به طرف پادشاه هجوم می‌برن. من مجبور شدم اونا رو از اطراف پادشاه دور کنم. خدا رو شکر که من از جمله این دختران نبودم. ضمناً باید بگویم که یک بار دیگر با تفضلی درباره بورس تحصیلی هم صحبت کردم و او قول داد به من کمک کند. سال تحصیلی با شادی به سر رسید و من موفق شدم به سال دوم بروم. بعد از گردشی در بولوار سن ژرمن به روی پل رسیده بودم که یکی از همدوره‌ای‌هایم خبر خوش قبولی را به من داد و تقریبا در همان روز اطلاع پیدا کردم که مادرم برایم بلیط هواپیما فرستاده تا تابستان را در تهران بگذرانم. خبری بهتر از این نمی شد. روزهای آخر قبل از حرکتم را به اتفاق لیزا، دوستی که مانند من قصد گذراندن تعطیلات در تهران را داشت، به مغازه گردی گذراندیم. هرگز تا این حد هیجان زده نبودم. می‌خواستم برای همه هدیه‌ای کوچک بخرم و علاوه بر این خودم را به سان یک دختر پاریسی جلوه دهم. بلوزی ابریشمی با گل‌های سبز روشن و دامن تنگ به همان رنگ، یک جفت کفش صورتی پاشنه بلند، یک کیف به همان رنگ و بالاخره یک مانتوی جیر زیتونی برای خودم خریدم. در آن زمان هرگز به ذهنم خطور نمی کرد
که 4 ماه بعد در بازگشت به پاریس در هتل کریون اقامت خواهم کرد و برای تهیه جهیزیه ملکه آینده ایران یک بار دیگر به سراغ فروشگاه های پاریس خواهم رفت. فصل 5. آنچه از فرودگاه مهرآباد در ذهن داشتم ساختمانی بود ساده که مشایعت کنندگان در آن جمع شده مسافران خود را تا نزدیکی هواپیما بدرقه می کردند. سادگی این فرودگاه یادآور آغاز دوره هواپیمایی در ایران بود، ولی هنگام رسیدن به تهران آن را باز نشناختم، چرا که در طول 2 سال غیبت من باند هواپیما وسعت زیادی یافته بود و یک برج کنترل بسیار بلند و یک سالن پذیرایی وسیع با باجه‌های متعدد و نوساز به آن اضافه شده بود. بدینسان 6 سال بعد از پایان بحران ملی شدن نفت اقتصاد ما دوباره شکوفا به نظر می رسید. تهران نیز به راحتی باز شناخته نمی شد. با کارگاه‌های ساختمانی، راهبندان‌هایی که نتیجه زیاد شدن تعداد اتومبیل بود و نیز فروشندگان دورگردی که در پیاده روها به چشم می‌خوردند. می‌دانستم که خانواده‌ام دیگر در آپارتمانی که بعد از مرگ پدرم به آنجا منتقل شده بودیم زندگی نمی‌کنند و عجله داشتم هر چه زودتر خانه جدیدمان را ببینم. نقشه این خانه را داییم قطبی طرح کرده و توانسته بود با استفاده از بهبود اوضاع اقتصادی آن را به بهترین وسایل زندگی مجهز کند. این ویلا دارای یک استخر بود و در بلندی‌های شمیران قرار داشت، درست در همان محلی که 15 سال پیش تعطیلاتمان را می‌گذراندیم. با دیدار دوباره مادر، خیشان و دوستانم احساس خوشبختی می‌کردم. من که آشنا با آهنگ‌های جدید ری چارلز، سیدنی بشه و بقیه بودم، به تهران رسیده بودم. با شرکت در نخستین میهمانی دریافتم که در تهران نیز همان آهنگ‌ها رواج دارند. البته واقعیت این بود که ما نسل جوان خانواده و شاگردان قدیم مدرسه ژاندارک و رازی همگی از دانشگاه‌های غربی باز می‌گشتیم. ما فرزندان کشوری در حال توسعه بودیم و از امتیازات بسیار بهره می بردیم. به فرهنگ ایران عشق می ورزیدیم و فرهنگ های دیگر را نیز پذیرا بودیم. در طول این تابستان در میهمانی هایی که نزد این و آن برگزار می شد به موسیقی راک گوش کرده می رقصیدیم و یا به سینماهایی می رفتیم که در طول غیبت من ساخته شده بودند. برای پروژه سال دوم معماری، مسجد شاه اصفهان را که نمای آن با کاشی‌های فوق‌العاده زیبا پوشیده شده انتخاب کرده بودم و می‌خواستم روی بخشی از این مسجد کار کنم. غالب روزها به منظور طراحی و مطالعه اسناد و مدارک درباره این مسجد به موزه ایران باستان می‌رفتم. شب‌هایم در معیت خیشان و دوستان به صرف شام روی چمن در شمیران و یا مجالس میهمانی در تهران می‌گذشت. هیچگاه در زندگی تا این حد احساس خوشبختی نکرده بودم. در تحصیلاتم موفق بودم، با خیشان و دوستان همسالم همدلی داشتم و با شهر تهران که 2 سال پیش سوگند خورده بودم هرگز با آن قدم نگذارم آشتی کرده بودم. روزی یکی از پسرخاله‌های پادشاه سهراب که دوست رضا بود ما را به ملک ملکه مادر در شاهدشت دعوت کرد. آن روز از بودن در اقامتگاه خانواده سلطنتی ذوق زده شده بودیم و در هر اتاقی که می رفتیم زیر لب می گفتیم فکرشو بکن، شاید پادشاه رو این صندلی نشسته، شاید رو این تخت خواب خوابیده. همان گونه که قبلا گفتم من از کودکی شاه دوست بار آمده بودم و برای او تحسینی مافوق دیگران قائل بودم. یکی از عموهایم اسفندیار دیبا که آجودان پادشاه بود هر سال هنگام نوروز یک سکه طلا، یک پهلوی از دست شاه می گرفت و این سکه را به من می داد و من یقین داشتم در این سکه نیروی جادویی نهفته است. اصولا هر آنچه از سوی پادشاه می رسید برای من گرامی بود. در آن زمان دیدن شاه را در خواب به فال نیک می گرفتند. تنها کاری که هنوز انجام نداده بودم
اقدام برای گرفتن بورس تحصیلی بود. هرچند وضع مالی داییم بهتر شده بود و مادرم می توانست احتیاجات مالی مرا برآورد، معتقد بودم که این بورس تحصیلی حق من است. پرداخت هزینه تحصیلی من به مدت 4 تا 5 سال دیگر در پاریس برای خانواده‌ام بار سنگینی بود. مسئله مهمتر این بود که نمی‌دانستم به چه کسی باید مراجعه کرد. سپس اطلاع پیدا کردم که مسئولیت امور محصلین در خارج به عهده داماد پادشاه است. آگاهی به این مطلب مرا امیدوار کرد. داماد پادشاه نمی توانست از نوع بروکرات های غیر مسئولی باشد که 2 سال پیش مرا تا مرز دیوانگی آزار داده بودند. به خصوص که اردشیر زاهدی پسر سپهبد زاهدی بود که پادشاه او را در سال 1332 به جای محمد مصدق به نخست وزیری منصوب کرده بود. اردشیر زاهدی با والا حضرت شهناز فرزند یگانه پادشاه ازدواج کرده بود که ثمره ازدواج پادشاه در سال 1318 در سن 20 سالگی با شاهزاده فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود. اسفندیار دیبا اردشیر زاهدی را میشناخت و هم او بود که برای ما وقت ملاقات گرفت. اردشیر زاهدی ما را در خانه قدیمی خود که باغ پردرختی داشت پذیرفت. مردی بود جوان و خوشمشرب. البته در آن زمان در تصورم نمی گنجید که 20 سال بعد در تبعیدی دردناک او همچنان در کنار ما خواهد ماند. اردشیر زاهدی درباره تحصیلات و پروژه‌های آینده و زندگیم در پاریس پرسجو کرد. می‌خواست مرا بهتر بشناسد و با کمال تعجب شنیدم که در پایان ملاقات به عمویم گفت که می‌خواهد مرا به همسر خود والا حضرت شهناز معرفی کند. چند روز بعد دعوتنامه‌ای برای صرف چای در خانه والا حضرت دریافت کردم. خانه او در حصارک شمال شمیران و در دامنه کوه البرز قرار داشت با چشم‌اندازی وسیع به روی شهر تهران. والا حضرت به نوبه خود با مهربانی بسیار با من صحبت کرد. وضع خاصی پیش آمده بود. هرچند ما 2 نفر از 1 نسل بودیم، او 18 سال داشت و من 20 سال، اما او با ظرافت نقش خانم خانه را ایفا می کرد در حالی که من در جدال با کمرویی خود بودم. سپس ناگهان صدای رفت و آمد و به هم خوردن درها به گوش رسید و 1 نفر ما را از آمدن پادشاه مطلع کرد. تپش قلبم را حس می کردم. هم خوشحال بودم و هم می ترسیدم. هرچه باشد در خانه دختر پادشاه بودم و تعجبی نداشت که پادشاه برای دیدن او سرزده وارد شود. در آن هنگام بودن در آنجا شانس بزرگی برای محسوب می شد و تصادف عجیبی بود. پادشاه با چهره باز و خندان وارد شد. چهره بسیار متفاوت از آنچه 2 ماه پیش در پاریس دیده بودم. والا حضرت شهناز و اردشیر زاهدی مرا معرفی کردند و پادشاه با سادگی در میان ما نشست. او فوراً صحبت با من را با آنچنان خوشرویی و گرمی آغاز کرد که من موقعیت را فراموش کردم. فکر می‌کنم با وجود هیجانی که در درون احساس می‌کردم با او به طور طبیعی صحبت می‌کردم و در جواب سوالاتش درباره زندگی تحصیلیم در پاریس توضیحاتی می‌دادم. گفتگویی را به خاطر دارم که طی آن از تلاقی نگاه‌های من لذت می‌بردم و لحظه‌ای فراموش کردیم که درباره چه سخن می‌گوییم. حال که به گذشته فکر می‌کنم از این موهبتی که نصیبم شده بود خداوند را شکر می‌کنم، چرا که اگر یک چنین آزادی بیانی در ملاقات اول پیش نیامده بود شاید هرگز ارتباطی میان ما به وجود نمی‌آمد. در آن زمان که از آینده بی‌خبر بودم این ملاقات در ذهنم مانند یک معجزه می نمود. در بازگشت به خانه از اتفاقی برایم پیش آمده بود و فکر می کردم تکرار نخواهد شد از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم و به تفصیل داستان را برای مادر و سپس دایی و همسر داییم تعریف کردم و هیجان من به همه اعضای خانواده سرایت کرد. ملاقات با پادشاه می توانست برای خانواده من یک رویداد تاریخی باشد.
یکی دو هفته سپری شد و من در این مدت به کار تحقیقاتیم در موزه ایران باستان ادامه دادم. زندگی روال عادی خود را از سر گرفته بود و من جریان ملاقاتم را چون گنجینه‌ای در دل پنهان کرده بودم تا اینکه دعوت شامی از سوی والا حضرت شهناز به دستم رسید. این بار احساس کردم که سرنوشتی خاص در انتظار من است. از خود درباره تصادفی بودن ورود پادشاه سوال می کردم. آیا به خاطر دیدن من آمده بود؟ آیا زمانی که برای دریافت بورس نزد اردشیر زاهدی رفته بودم، او به این فکر افتاده بود که ممکن است مورد توجه پادشاه قرار گیرم و برای این منظور یک ملاقات غیر رسمی در منزل خود ترتیب داده بود؟ این ملاقات ممکن بود به همان یک جلسه خاتمه یابد، اما والا حضرت بار دیگر مرا نه برای صرف چای بلکه برای شام به منزل خود دعوت کرده بود. در دعوتنامه بدیهی است که اشاره‌ای به حضور پادشاه نشده بود، اما من یقین داشتم که او را در آنجا خواهم دید. در آن لحظه همه اتفاقات گذشته به یادم آمد. نگاه محزون او در پاریس، آنچه را که درباره جدایی با ملکه ثریا 18 ماه پیش خوانده بودم و آنچه درباره لزوم ازدواج مجدد پادشاه برای استمرار سلطنت و ایجاد خانواده خوشبختی که هرگز نصیب او نشده بود می‌گفتند. از خود می‌پرسیدم چرا توجه پادشاه ناگهان به من جلب شده؟ من به سهم خود شیفته او شده بودم. احساسی که اگر فرصت پیش نمی‌آمد هرگز ظاهر نمی کردم. پادشاه علاوه بر همه خصوصیات ذهنی که یک زن برای مرد مورد نظرش خواهان است بسیار جذاب بود. من تحت تأثیر نگاه مهربان و متین و لبخند زیبای او قرار گرفته بودم و برخی از مشخصات او نیز توجه مرا جلب کرده بود، از جمله موجه‌های بلند رمانتیک و همینطور دست‌هایش. آری، من سخت به او دل باخته بودم.